شاید جایی خونده باشه که ویروس کرونا در حال جهش و تغییره و با گسترش بیشتر داره ساختار ژنتیکیش تغییر میده. آره واقعا هم همینطوره. اگر این ویدیو اولین ویدیوی هست که از من میبینی من دکتر شوبیر هستم. حتما چنل من رو سابسکرایب کن که هر هفته ویدیوهای فوقلاده به درد بخوری منتشر میکنم که صد در صد در سلامتی خودت و خانوادهت تأثیر مثبت میذاره. خب برگردیم به اصل مطلب. بله ویروس کرونا در حال جهش و تغییر دانشمندان صدها توالی ژنتیکی کووید 19 رو که از افرادی در کشورهای مختلف گرفته شدن رو مورد بررسی و آزمایش قرار دادن و بعضیاشون دارن از بقیه متمایزتر و متفاوتتر میشن لفظ جهش ویروس کرونا ممکنه هشدار دهنده باشه اما اینطور نیست از زمان شیوع این پندمی تا به حال جهش این ویروس چیز بدی نبوده در از حتی مفید هم بوده شاید بگی مگه داریم مگه میشه پس بذار برات بگم یه ویروس در از یک تکرشته با مواد ژنتیکی هستش که توسط ساختار پروتئینی حاته شده ویروس ها معروفن به تولید و پخش کپی از خودشون اما چگونه اینقدر چیو پیدا میکنن؟ اینطوری که اونا به محض اینکه یه میزبان پیدا میکنن سلولاشو هایجک میکنه و شروع به تکثیر میکنن. جهش ژنتیکی محصول این تکثیر شدن مکرره. پروتئینی که مسئول تکثیر ژنهای ویروس داخل سلوله رو بهش پولیمریز میگن. جالب اینجاست که این پروتئین هنگام تکثیر اشتباه هم میکنه. مثلا جایی که باید گوانین بزنه ادنین میزنه. خیلی شانسی ممکنه دو تا ویروس که از بقیه متفاوت و متمایز هستن در یک میزبان یکسان بیفتن. پس اگر هر دوشون جنهاشون رو داخل یک سلول بریزن کلن یه ویروس جدید درست میشه. این پروسه رو بهش ترکیب مجدد میگن. پس یه جور ترکیب مجدد اینجا رخ داده که ویروس کرونا جدید رو به وجود آورده. دانشمندان فکر میکنن که یک ویروس کرونا با منشأ خفاش یه سری جن ها رو از یک ویروس کرونا دیگه با منشأ معلوم نیست کجا مبادله کردن و این کار باعث تغییر در پروتئین ویروس شد و این پروتئین دقیقا کاربردش وصل شدن به سلول که بتونه سلول رو هایجک کنه در این صورت برای این پروتئین متصل شدن به سلولهای انسان مثل آب خوردن میشه و وقتی در چشم ما و بینی ما خودشون رو پیدا میکنن به راحتی رو هایجک میکنن و شروع به تولید کپی از خودشون میکنن و از انسان به انسان دیگه منتقل میشن و به کمک تکنولوژی و حمل و نقل سریع مثل آب خوردن در کل کره زمین پخش میشن حالا که ویروس اینجاست جهش ها میتونن باعث تغییر عملکرد اونا بشن جهشی که برای ویروس مفیده نگه داشته میشه و جهشی که به ضرر ویروسه تبعید میشه که بره به برای ویروس اون جهشی مفیده که باعث سریعتر شدن پروسه شیوعش و بیشتر موندنش در هوا و افزایش طول عمرش باشه و جهشی مزره که میزبان رو سریع بکشه و فرصت ویروس رو برای گسترش بیشتر محدود کنه این تغییرات در ویروس میتونن اتفاق بیفتن ولی انگار نمیفتن ویروسی که در تهران وجود داره با ویروسی که در شیراز وجود داره شاید از هم متفاوت باشن اما عملکردشون یکیه کسی که در تهران مبتلا شده محتملا بهتر یا بدتر از فردی که در شیراز مبتلا شده نخواهد بود اصل و نسب ویروس ها شاید متفاوت باشن اما نژادشون همون که اول بوده است یه نژاد دیگه یعنی یه خاصیت بیولوژیک دیگه مثل در هوا موندن به مدت بیشتر ظاهرا یه سری تغییرات خونسا در کد ژنتیکی نمیتونه تغییرات هنگفت ایجاد کنه حالا سوال اینجاست چرا این ویروس یه نژاد جدید رو به وجود نیاورده در این مدت جوابش میتونه این باشه که اعتماد به نفسش بالاست و جاش خوبه مثلا میگه همین الانش انقدری تکامل پیدا کردم که راحت بتونم داخلتون رشد کنم و از یکیتون به یکی دیگهتون میپرم و کل دم و دستگاهتون رو ریختم به هم و زیر فشار نیست که مجبور به تکامل بشه و بهتر بشه. به اینکه که با چه نوع از ویروس هم طرفیم ربط داره. ویروس کرونا یا آرنه ای وایروسه. و اینا معمولا سری جهش میکنن. برعکس دی این ای، ای دستگاه رفع غلط یا غلطگیر نداره که اشتباهات رو در زمان تکثیر شدن تصحیح کنه. اما ویروس کرونا تصحیح کننده هم داره. اونا دو بار چک میکنن که نکنه جایی اشتباه شده باشه. پس نکلوتید اشتباه توشون کم پیدا میشه. این یعنی نمونه های گرفته شده از ویروس کرونا همه شبیه ویروسیه که بار اول در ووهان کشف شد. خیلی از اونایی که کووید 19 دارن به ویروس های مبتلا شدن که کمتر از 10 نوکلوتید با باقی فرق میکنن. در حالی که ژنوم کامل چیزی در حدود سی هزار نوکلوتید طولشه. پس این تغییرات کوچکتر از این حرفان. این برای ساخت واکسن و درمان خیلی خوبه. این یعنی ویروس به اندازه سریع تغییر نمیکنه که داروها و واکسنها ها بیکار بشن. مثلا اگه یه دارو امروز در بخشی از ویروس کاربرد داره این کاربرد تغییر نمیکنه و بیفایده نمیشه. سرعت جهش ویروس زمانی که آهسته باشه به ما کمک میکنه تا ویروس رو ردیابی کنیم. در کل نمیشه گفت که این جهش ها خوبن یا بدن. پس جهش همیشه هست. و یه جورایی بخش طبیعی از زندگی یک ویروسه. خب به انتهای این ویدیو رسیدیم. من ویدیوهای دیگه ای دارم که میتونی ازشون لذت ببری. پس دکمه سابسکرایب رو لمس کن و زنگوله کنارش رو هم فعال کن.